این کسایی که میگن که چرا حکومت وحدت ملی، مخصوصا چرا اشرف غنی مفاد توافقنامه حکومت وحدت ملی را اجرا نکرده و تمام گناه را گردن از این میپردن، باید متوجه مطلب باشن که این گناه تنها بالای انداختن بالای اشرف غنی نیست. توافقنامه حکومت وحدت ملی چند مطلب پیشنهاد میکنه؟ ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جلگه، تشکیل لوی جلگه برای ایجاد پست صدراعظم اجرایی. ای سه برنامه است که در توافقنامه حکومت وحدت ملی گنجانیده شده. تکرار میکنم، ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه، تشکیل لوی جرگه برای ایجاد پست صدراعظم اجرایی. کسایی میگن چرا لوی جرگه دایر نمیشه تا این صدراعظم پستش ایجاد کن. لوی جرگه به اساس قانون اساسی افغانستان متشکل از اعضای شورای ملی یعنی ولسی جرگه و مشران جرگه است و رؤسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی هاست. این افراد اعضای صاحب رأی لوی جرگه هستند، از قاضی القضات و مستر محکمه و لوی سالمالی و دولت، کسایی که در این وزرا در لوی جرگه اشتراکشون مشورتی است، مشاهده است یا رأی نداره. بنابراین تا زمانی که ما رؤسای شوراهای ولایتی را نشناسیم و همچنان رؤسای شوراهای ولسوالی ها را نداشته باشیم، ما یک ثلث بزرگ از لوی جرگه را ازش نداریم. در افغانستان بیش از 220-230 ولسوالی است. شما 220-230 ولسوالی نماینده شده نمیداشته بشین در لوی جرگه. بنابراین لوی جرگه غیر قانونی میباشه. خب چرا تا بالا انتخابات صورت نگرفته؟ چرا تا بالا انتخابات ولسی جرگه صورت نگرفته؟ این گناهش تنها بالای دولت وحدت ملی نیست. تا جایی که به خاطر داریم، بعد از ایجاد دولت چندین پیشنهاد تقنینی رئیس جمهور که به مشوره ریاست اجرایه تنظیم شده بود برای ایجاد کمیسیون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات، اصلاحات در سیستم انتخاباتی از طرف ولسی جرگه رد شد. از طرف ولسی جرگه رد شد، از طرف مشاور جرگه قبول تایید شد، بعد دوباره از طرف ولسی جرگه رد شد. برای اعضای ولسی جرگه فایده شان بود تا انتخابات به تعویق بفته. ای اعضای ولسی جرگه نزدیک به 2 سال است که خارج از حدود قانون اساسی دوره شان توسط رئیس جمهور تمدید شد. اگر انتخابات در وقتش می شد و امکانش می بود که بشود، این مردم نمی بودن در ولسی جرگه. بنابراین بعضی ها مفادشان بود که به هر دلیل از انتخابات و تغییر بدن. کمیسیون انتخابات مستقل انتخابات تشکیل شود تغییر بدن. خب بالاخره ما بعد از تعویق 2 ساله کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شد و به اصطلاح تمام اصلاحات را که پیشنهاد میکردن همی بود. کمیسیون تشکیل شد که با توافق ریاست اجرایه باشه. ما دیگه نفهمیدیم که اصلاحات دیگه ایره که یا آوردن در سیستم انتخاباتی چیست. تا حالا خب ای اصلاحات دیده نمیشه. کمیسیون اصلاحات، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که در انتخابات آینده از تکنولوژی مدرن استفاده خواهد کرد که امکان تقلب کم کنه. بسیار کار خوب است، ولی استفاده از تکنولوژی بسیار هم
قابل اعتماد در جهان نبوده. بسیاری کشورها تکنولوژی را با روش‌های متداول خود گت می‌کنند. همچنان در کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که از تذکره‌های نفوس برای ثبت کسایی که رأی میتن یا استفاده خواهد شد. ما میدانیم که یک فیصدی بسیار بزرگی از مردم کشور هنوز تذکره نفوس ندارن و کسایی که خواب و خیال میدن که تذکره های الکترونیکی یا برقی میتونند در ظرف 3 ماه 4 ماه 6 ماه با تمام مملکت تامین پیدا کنند باید حالا در عمل فهمیده باشن که یک پروسی بسیار طولانی است. 5-6 سال در بر میگیره حداقل تا بتونه تمام کشور را احتوا کنه. بنابراین ما مجبور هستیم دوباره بریم به مو سیستم رجستر کردن یا ثبت عنعنوی رای دهنده های هر حوزه. یعنی هر حوزه انتخاباتی باید مشخص شود بر اساس نفوس ولایات، تعداد حوزه های انتخاباتی باید مشخص شود، مراکز رایدی باید مشخص شود و برای این مراکز کسایی که رای میتن این مردم رجستر شوند تا بدانن که در کجا میتونن برن در انتخابات و کاندید مورد نظر خود رای بدن. بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که انتخابات پارلمانی در ماه سرطان سال آینده اجرا میشه است. انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگ در ماه سرطان سال 1397 اجرا میشه. خب ما گفتیم که لوی جرگ دایر شده نمیتونه تا پست ریاست اجرایی را انتخاب کنه مگر اینکه یک ثلث اعضای لجرگه که رؤسای شوراهای ولسوالی ها و ولایات است مشخص نباشند. ما رؤسای شوراهای ولایات میشناسیم اما تعداد 234 نفر است در حالی که تعداد اعضای شوراهای ولسوالی ها 202 چند نفر است به تعداد ولسوالی های مملکت. این باید معرفی شود. دو سال بین دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله و تیم از او در چند زدن گیر شد که کی اعضای کمیسیون انتخابات باشد. شورای ملی چندین بار پیشنهاد دولت اشرف غنی را فرمان تقریرش رد کرد. این گناه ای سیستم است. سیستم که کار نمی کنه. سیستمی است که ناقص است. چرخاش در بعض جای روغن کار داره، درست کار نمی کنه، درست نمی چرخه. منافع اهداف مختلف را تعقیب می کنه. شورا اهداف مختلف را داره. مشروع جرگه یک هدف داره، ولسی جرگه اهداف دیگه داره. دولت بین خود گروه عبدالله اهدافش جداست از اهداف جناح اشرف غنی جداست. ای به صورت یک سیستم از لحاظ کارایی خود نواقص خواهد دارد. بنابراین انداختن گناه تعقیب تعویق افتادن بعضی پروژه ها، بعضی پروژه های ملی مانند انتخابات، مانند کمیسیون مستقل انتخابات، لوی جرگه تنها به شخص اشرف غنی رئیس جمهور این درست نیست. این باید مردم واقعیت ببینند. این واقعیت میفهمد جمعیت اسلامی، این واقعیت میفهمد شورای نظار، اما بازم بارزی تکرار میکنن برای از اینکه میخواییم بحران ایجاد شود. این بحران وجود داشته باشه و این بحران تشدید شود. این بحران داغ، این پکه کده میرن. ای بحران ای باید شعله‌ور باشد. باید شعله‌ور باشد، باید به اشرف غنی فرصت دادن نشه تا موقف خود تقویه کنه. باید به او فرصت دادن نشه
تا موقف نیروهای غیر جهادی را، نیروهای مسلکی را در دولت تقویه کنه. باید شرایط قسمی بسازن که این دولت در اختیار مافیای جهادی برای همیشه باشه و بالاخره کار به جای رسید که اشرف غنی و اصطلاح چی میگن؟ میگن جواب بی پیر بی مذهب میتن گلبدین حکمتیار آورد دستن. و این توازن قوا را از نظر سیاسی کاملا تغییر داد. ولی پیروزی حتی در انتخابات پارلمانی شورای ملی برای جمعیت اسلامی و شورای نظار و حامی های ازوا قابل پیشبینی نیست، قابل اطمینان نیست. چند وقت پیش این مطلب با بسیار وضاحت لطیف پدرام اظهار داشت. دمید مای ثور یک اعلامی روان کرده بود به خبرگزاری تسنیم ایرانی که در او شکایت میکرد که ما را میگن که بحران ایجاد نکنین، بذارین انتخابات شود، در انتخابات اشتراک کنین. گفت ما بله در انتخابات اشتراک میکنیم ولی انتخابات قابل اعتماد نیست و دسیسه های وجود داره که در انتخابات گروه های مشخص پیروز شود و از امروز آقای لطیف پدرام که یک سال مانده به انتخابات نتایج انتخابات آینده را از آل زمین سازی میکنه که رد کنه اگر به مفاد چنده باشه. اگر این انتخابات نتایج مطلوب برشان نداشته باشه زمین سازی میکنن از حالا که انتخابات مردود اعلان کنن. باز هم تقلب بگوین صورت گرفت.